چاکرم نوکرم، من ایکس میلادم، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو که امروز هم چهارشنبه است دارید این ویدیو رو تماشا میکنید، چند تا خبر کوتاه از یوتیوب فارسی دارم و زیاد نمیخوام این ویدیو رو طولانی کنم، پس تا انتها همراه ما باشید و حمایت کنید و یه دکمه سابسکرایب و زنگوله هم بزن. یه دکمه هست که زنگوله معذرت میخوام. اولین خبر بمبی که میخوام زیاد بمبم نیست، ولی اولین خبر اینه که آقای سوگنگ 327 هزار نفره شد داخل یوتیوب، تقریبا 330 هزار نفره دیگه، یعنی 3-4 هزار نفر چیز نیست، ما تو 2000 تاش موندیم تو سابامه، یعنی 2000 تایی نمیخوایم بکنیم، خدای 2000 تایی نمیخوایم بکنیم، 2000 تایی کن دیگه، خدا 2000 تایی بشه خیلی خوب میشه. و جدایی از این که آقای سوگنگ 327 هزار تایی شد، کاور آرت کانالش هم تغییر داد و بهار رو وارد کاور آرتش کرد. خیلی باحال، به هم خودگی میدید اون کالج و اون لباسیه که تولید میکنه آقای سوگنگ و فکر کنم میفروشه و بعضی ها هم نمیخرن. نمیدونم چی گفتم. خب خبر بعدی اینه که یک استوری از آقای کوروش دیدم. کوروش واقعا خیلی آدم مهربونیه جدا از شخصیت فانی که داره. اینجا یه استوری گذاشته و نوشته بچه ها توی این روستا آب آشامیدنی ندارن، اگه دوست داشتین به من و آریان برای خرید دستگاه تصفیه آب کمک کنید و این پست رو هم ببینید و مرسی. دستگاه تصفیه همون مال آب فکر کنم قیمت خیلی بالایی داره، میلیونی فکر کنم، بالای 100 میلیون تومان باشه اگه اشتباه نکنم، حالا کسی که واقعا میدونه چقدر تو کامنت ها بگه، ولی میخواد این حرکت رو بزنه، یه دستگاه آب تصفیه کن به کمک حالا افرادی که تو این کامیونیتی هستن، این کار رو انجام بده. چقدر خوبه همه افرادی که یک تریبون بزرگ دارن مثل آقای کوروش انقدر مهربون بشن و همیشه بیشتر کاراشون کلا وقتشون رو صرف این کنن که به دیگران کمک کنن. واقعا آقای کوروش دمش گرمه، خیلی کار بزرگی داره میکنه، خیلی کار خفنی داره میکنه و همیشه هم این اتفاق داره رقم میخوره. هر موقع میبینه مثلا کسی کمک به نیاز به کمک به نیاز فرهاد ایکسره، کلی اتفاقات این هفته واسش رخ داده، ولی اولین اتفاق به قول معروف الان اون اهمیت خبری کمتری نسبت به اون اصلی داره رو میگم، ولی خب اینم اهمیت خیلی بالایی داره. توی تورنمنت اول شدم با این استوری، ولی خب ما به این کاری نداریم، ولی میریم سراغ استوری فرهاد ایکسره که یک اتفاقی افتاده واسه توییچش که راجع به اون داخل توییتر به پشتیبانی توییچ بهتر بگم اون چیزی که توییچ بررسی میکنه راجع به کسی که بن میشن اینا، توی توییتر از مردم خواست که به من کمک کنن بیان اون پشتیبانی توییچ رو یه جورایی تک کنن که کانال من رو از بن بودن در بیاره. آقای فرهاد ایکسره همچین چیزی رو نوشت که خب بچه ها راجع به بن شدن توییچم، تا حالا نشده از کل کامیونیتی استریم و یوتیوب چیزی بخوام، همچنین از بچه های کانتنت کریتور، اما خب واقعا نمیدونم چطور میشه انقدر مسخره و راحت توییچ اکانتم رو بند کنه. تو توییتر تا چند دقیقه دیگه توییت میزنم، تا میتونید ساپورت توییچ رو منشن کنید و توییت رو ری توییت کنید. دمتون گرم. و توییتی هم که فرهاد ایکسری گذاشته اینه که نوشته اصلا تو میخوام برید توییتر و توییت رو که منشن کردم تا میتونید منشن کنید و ری توییت کنید. دمتون گرم. ری توییت نمیتونم تلفظش کنم، حالا دوربین نمیتونم تلفظش کنم. افراد زیادی هم واسه این فرهاد ایکسری، واسه این آقا خیلی استوری های حمایتی گذاشتم و جدای از این استوری ها توی توییتر هم واقعا گل کاشتم و درسته که تا چند روز پیش، یک ماه پیش چقدر وقتی روبیکا رو تبلیغ کرد توی همون توییتر 1000 نفر توپیدن بهش، ولی الان اون افراد برعکس شدن و دارن حمایتش میکنن. خبر بعدی تولد سام صابری بود. بچه اینجا چند تا استوری از کانتنت کریتور ها میخوام نشونتون بدم و اول میریم سراغ فرهاد ایکسره که توییچش بن شد. من اول از همه استوری حمایتی ترند فارسی رو در رابطه با آقای فرهاد ایکسره واسه شما اینجا میذارم که نوشته بود بچه ها فرهاد به کمکتون نیاز داره، کمکش کنید تا بتونه مشکل اکانتش رو حل کنه. جمع ترند فارسی گیرم که توی این چند وقت فکر کنم 3-4 ماهی که تونسته توی این کامیونیتی جا باز کنه و دیده بشه و معروف بشه، اینجوری از کسایی که حالا قبلا بودن داره حمایت میکنه. علی بروکس هم همچین واکنشی داشته، نوشته کل عمر و زندگی تو بذاری آخرش هم اینجوری شه، توییچ قشنگ 10 برابر بی سر و ته تر از یوتیوبه. تلفظ بده.
دیگه این صحبتی که آقای علی بروکس کرده و ببینیم واکنشی که بازم هست یا نه. حالا دوباره بریم سمت سام صابری. اینجا سوگنگ رو می‌بینید که تولد سام صابری رو تبریک گفته به این سبک، یکی از ویدیوها رو گذاشته نشه تولدت مبارک عمو، امیدوارم همیشه خوشحال و سلامت باشی عمو، عمو مرسی. میچوکو هم همچین واکنش چرا بالا پایین شد؟ میچوکو هم همچین واکنشی رو واسه سام صابری گذاشته نشه. آقا زاد روزت شاد باش، رفیق با اخلاق و مهربون، تا آخر عمرت زنده باشی، همیشه تا آخر عمرت زنده باشه. و اینم تبریک نیچوکوه که دیگه دمین دیگه دمشون گرم. فرشاد سالنت هم با این استوری تبریک تولد سام صابری رو تبریک گفت. تلفظم امروز مشکل پیدا کرده، نمیدونم چمه. آقای امیر هاش درام چیز ببخشید، آقای امیر ایزد هم داخل توییچ 110 هزار تایی شد، بهش تبریک میگم، امیدوارم دراماهای بیشتر، امیدوارم موفقیت‌های بیشتری رو انجام بده و کلا به سمت جلو بره. دمش گرم بابت درام خاطره‌هایی که واسه ما ساختی. آقای والکوور هم داخل اینستاگرام 400 هزار تایی شد، بهش تبریک میگم، خیلی موفقیت بزرگی والکوور داره به دست میاره، یعنی حتی بازداشت تاویی از میاوکوروش هم رد میکنه و تونسته با این سن کمش اینقدر توی یوتیوب پیشرفت کنه و جزء نفرات اول یوتیوب باشه، جزء تاپ 10 باشه دیگه. دمش گرمه، واقعا فکرش نمیکردم یه روز والکوور به این درجه از موفقیت برسه. واسهش آرزوی موفقیت‌های بیشتر میکنم. بریم ما هم واسه 2000 تایی یه دکمه سابو بزنیم، زنگوله هم بزن دیگه، دو تا بشیم دیگه، 2000 تایی بشیم که بعد بریم واسه مراتب بالاتر. یه خبری رو بچه‌ها می‌خواستم بهتون بگم، البته این خبر جزء اخبار یوتیوب فارسی نیست، ولی گفتم بگمش دیگه. راجع به آلودگی چند وقت اخیر ایرانه که متاسفانه ایران خیلی این چند روز اخیر آلوده شده و توی این نظرسنجی بوده. خب داخل لا میگن کدوم شهر آلوده تر از شهرهای دیگه تو کل دنیاست که تهران رتبه اول داشته، چه برای چند ساعت، برای چند ساعت. ما اینجا داخل خوزستانیم، الان تو آبادانم اینا، اینجایی که هستم آلودگی و خاک به قدری زیاد و عجیب غریب، به قدری زیاد و عجیب غریب که واقعا من خودم تعجب میکنم از این همه گرد و خاک و امیدوارم به اینجا رسیدگی کنن، نمیدونم چرا، امیدوارم به اینجا رسیدگی کنن. و بریم سراغ خبر بعدی. خبر بعدی راجب فیمس حاجیه که همچین پستی رو گذاشت داخل پیج دومش که جدیدن زده، اون پیج اصلیش پریده و نوشتن چرا از ایران رفتی، و اینجا میبینید داخل ماشین پلیسه و فکر میکنم زمانی که توی ایران بوده به خاطر ویدیوهایی که میساخته چندین بار دستگیر شده که با این عکس و با این پست اون اتفاق و حالا به قول معروف قوت میبخشه به این احتمال. خبر خیلی فان و باحال دارم، البته مهم نیست، این پیج آقای سوگنگی که پروفایلش رو ببینید. خب چند وقت پیش با پیج میا همچین کاری کرد کوروش، حتی کم شبیه بود یه مقدار، حالا به قول بعضی ها داخلی جایی گفتن اسکی رفته، ولی خب اصلا اینجور نیست، چرا رفت داره اسکی مسکی اصلا نداریم ما. اومده همچین چیزی گذاشته آقای سوگنگ و نمیشه درباره اسپانسر اومدم صحبت کنم، طرف گفت میشه پیجت رو ببینم. دو ساعت داشتم فکر میکردم چجوری الان پروفایلم رو توضیح بدم که داستان پروفایلش اینه که با آقای فرشاد سالیت آقای سوگنگ یه ویدیو مشترک با هم دیگه دادن، بعد توی اون ویدیو یه اتفاقاتی افتاد که آقای سوگنگ مجبور شد پروفایلش رو عوض کنه. حالا چجوری داستانش و ماجراش چیه داخل یوتیوباشون برید نگاه کنید، خودتون متوجه میشید، من اسپویل نمی کنم. ریدم تو صدا دزگیرت، صدا دزگیرت رو قطع کن کنی. یه استوری جالب آقای فرشاد سالنگ گذاشته که یه مقدار باعث حاشیه شده که این استوری این بوده که نوشته، این نفر واسه نوشته به خاطر پول اومدی یوتیوب یا به خاطر مشهور شدن، و البته نوشته جلوش ویوورا، نوشته واقعا به خاطر پول شروع نکردم، من با استریم شروع کردم و کاملا فان و سرگرمی چون این کار رو دوست داشتم و بعد یک سال یوتیوب رو شروع کردم، وقتی دیدم اینقدر آدم با عشق است و حمایتم کردن تصمیم گرفتم ادامه بدم و کل تمرکزمو بذارم روش. خب هیچکس هیچ کاری رو الکی انجام نمیده، 100% باید یه درآمدی براش داشته باشه و اینکه عاشقتونم که منو تو همچین موقعیتی از زندگی قرار دادید. خب حرفش درسته، واقعا راست میگه، هر کاری آدم میخواد بکنه فیک باید
حداقل درآمدی داشته باشه، حداقل توی این روزا توی این زندگی، و درآمدش چه هزار تومن باشه چه میلیارد ها واقعا نوش جونش هر کانتنت کریتورتون، چون واقعا داره زحمت میکشه. بچه‌ها می‌خواستم اینجا یه ویدیو تشکر کنم راجع به کانال خودم. ترکوندید، واقعا ترکوندید، دمتون گرم. به این درجه رسیدیم، 1440 خورده هستین الان که من دارم ویدیو رو ضبط میکنم، 1441 ماره ماشاءالله مرز، و دمتون گرم به خاطر حمایت بزرگتون. نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم، فقط دیگه دارم هر روز ویدیو میذارم واسه تون دیگه. دمتون گرم، حمایت کنید، بازده حداقل یکی بشه دیگه، هر روز یکی بگیریم و خانواده هم بزرگتر بشه. اون زنگوله رو حتما فعال کن، این زنگوله رو فعال کنی هر موقع ویدیو میذاری میام بالا گوشید، من هر روز دارم ویدیو میذارم ساعت 7:30 عصر، فالو کن. نه زنگوله رو فعال کن. خب بچه ها، این بود از اخبار کوتاه. من یه حاشیه با پویانه دارم دوستا ویدیو میگم، واسه قبلا پیش اومده خواستین بازش کنم ویدیو رو لایک کنید بالای 100 تا بری که من بدونم حداقل چند نفری ویدیو رو میبینن که من اوکی باشه باز کنم این قضیه رو. در کل بچه ها دمتون گرم، لایک فالو سابسکرایب یادتون نره، فالو چیه دی فالو اینستاگرام، بچه اینستاگرام این زیر هست حتما دنبالش کنید، میخوام گیو اوی بزنم به زودی اگه 10000 تایی بشیم. دمتون گرم، عاشق همتونم، لایک سابسکرایب کامنت، زنگوله رو حتما فعال کن بچه ها، زنگوله 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 رو حتما فعال کن.